صدای موسیقی ایران. برنامه از محمود خوشنام. با همکاری ژاله کاظمی. پنجه شیرینش بازتاب حسی آفریننده است و زخمه شتابندهش نیروی دستی پرتوان را نشانه می زند. نواخته هایش به موسیقی ملی جانی تازه داده است و آفریده هایش سرشار از راز جاودانگی است. امشب را با او به سر می بریم و تنین زخمه هایش را به گوش می سپاریم. سازهای مزرابی در طول تاریخ میهن ما نزدیکترین پیوند نسبی را با موسیقی ایران داشتند. کیفیت صوتی و رنگ و بوی عرفانی سازهای مزرابی پشتوانه این پیوند بوده است. در تمامی سنگ نبشته های کهن، مجالس بزم با حضور سازهای مزرابی تصویر شده و در تمامی تذکره ها و دیوان ها بیش از هر چیز از سازهای مزرابی یاد شده است. حتی اختراع و ساخت برخی از این سازها به بزرگان موسیقی ملی ایران انتساب یافته است. موسیقی ایران زندگی خود را با چنگ و بربط و تنبور آغاز کرده و در سیر تحولی خود به اقتضای زمان به تار و ستار و سنتور رسیده است. تار در این میان ارزش تاریخی افزونتری دارد. به ویژه از جنبش مشروطیت به این سو، موسیقی ملی بیش از هر چیز با تار زیسته و از آن تغذیه کرده است. روایتی حکایت از آن دارد که تار ساخته ابونصر فارابی، دانشمند موسیقیدان قرن چهارم ایران است. ولی روایاتی از این گونه را که به تاریخ مستند نیست نمیتوان جدی تلقی کرد. با تکیه بر پژوهش‌های نظری برخی از موسیقی شناسان میهنی میتوان تنبور را که شباهتی ظاهری به تار دارد ساز مورد عمل و احتمالاً ساخته فارابی دانست. بر تقدیر زمان پیدایی تار دقیقاً روشن نیست.
فرخی سیستانی در بیتی از تار یاد می کند، ولی آشکار نیست که تار فرخی همین تار امروزی بوده باشد. آنچه تاریخ گواهی می دهد آن است که تار در زمان قاجاریان از عوامل اصلی اجرای موسیقی ملی شده است. اغلب غریب به اتفاق بزرگان موسیقی آن زمان تار نواز بودند و یا دست کم ساز نخستینشان تار بوده است. مهارت و استادی هنرمندانی چون علی اکبرخان فراهانی و پسرانش میرزا عبدالله و آقا حسین قلی در تار نوازی سبب اشاعه هرچه بیشتر این ساز در جامعه موسیقی ملی شد، چرا که موسیقیدانان بعدی همه از شاگردان آنان بودند و موسیقی ملی را با تار و از راه تار آموختند. درویش خان، موسی خان معروفی و مرتضی نیداوود از دست پروردگان برجسته مکتب فراهانی و پسران به شمار می‌روند. در برنامه امشب چهره‌های موسیقی ایران به یکی از این برجستگان مرتضی نیداوود می‌پردازیم. مرتضی نیداوود به سال 1279 در خانواده ای آشنای با موسیقی چشم به دنیا گشود. پدرش بالاخان با تار و ضرب آشنایی داشت و مشغله اصلیش موسیقی بود. بدین گونه مرتضی از سالهای نخستین زندگی گوشش با موسیقی درآمیخت و اندیشه‌اش جز به سوی موسیقی نمی‌رفت. پدر برای او آرزوهای بسیار در دل می پرورید و می خواست از او دانشمند برجسته‌ای بسازد. مرتضی بر اساس خواست پدر در مدرسه آلیانس به تحصیل دروس عمومی پرداخت، ولی مرتضی که به روایت از خود او دل در گروه عشق موسیقی داشت، از قیل و قال مدرسه می گریخت و هر روز پنهانی با ساز پدر خلوت می کرد و می کوشید به یاری هوش و فراست سرشار خود تار نوازی را بیاموزد. پدر که از ماجرا آگاه شده بود در آغاز به نصیحت او نشست
و از او خواست که به درس و مشق اصلی خود بپردازد و موسیقی را برای آینده بگذارد. ولی عشق مرتضی فزونتر از آن بود که با نصایح مشفقانه پدر فرو بنشیند. بدین گونه پدر زیر تأثیر عشق بزرگ پسر دست از مخالفت شست و او را نزد استاد زمانه آقا حسین قلی به شاگردی برد. پیشروی‌های شتابنده مرتضای 10 ساله استاد و دیگر شاگردان او را به اعجاب و تحسین وامی داشت. 6 سال شاگردی مشتاقانه در محضر آقا حسین قلی سبب شد که مرتضی مجموعه ردیف استاد را به کمال فرا گیرد. پدر مرتضی که دیگر خود از این همه شور و شوق پسر به هیجان آمده بود، فراگیری های او را کافی ندانست و او را به محضر درویش خان روانه ساخت. مرتضی در آن زمان در حدود 16 سال داشت و ردیف آقا حسین قلی را به خوبی می شناخت و می نواخت. فراگیری نزد درویش خان نیز به زودی به پایان آمد و مرتضی خود کلاسی برای تدریس تار بنیاد کرد. مرتضی حتی به کلاس درویش خان نیز کمک می رسانید و بعد از ظهرها بعضی از شاگردان درویش را تدریس می کرد. پس از مرگ نابهنگام درویش خان، همه شاگردان او برای ادامه فراگیری به کلاس مرتضی خان رویاور شدند. نیدابود از سال 1319 سال بنیاد رادیو ایران به این سازمان پیوست. در واقع موسیقی رادیو با نواخته های او و همکاران او آغاز شد، چرا که او و هنرمندان برجسته دیگری چون ابوالحسن صبا، حبیب سمائی، حسین تهرانی، ابراهیم منصوری و جواد معروفی شب تولد رادیو ایران را در یاد ماندنی ساختند. مرتضی نیداوود 10 سال در رادیو ایران به کار پیگیرانه اشتغال داشت. برای خوانندگان شهره‌ای چون قمرالملوک وزیری، ملوک زرابی، روحانگیز، ادیب خانساری، بدیع زاده و بنان ترانه ساخت و به همراه آوازهایشان تار نواخت. در میان ساخته های نیداوود که به گفته خودش به رقم 200 می رسد، ترانه هایی چون مرغ سحر، شاه من، ماه من، مرغ حق و آتشی در سینه دارم جاودانه رنگی از جاودانگی خوردند. به ویژه مرغ سحر با کلام زیبای ملک و شعرای بهار شهرتی همگیر یافته است، تا آنجا که پس از ملوک زرابی، خواننده نخستین ترانه، خوانندگان زن و مرد دیگری تا زمان حاضر به استمرار آن را بازسازی و بازخوانی کردند. مرغ سحر ناله سر کن
شرر با این قفس را بر شکر نیداوود. خیلی تشکر میکنم که دعوت ما رو قبول کردید و برنامه چهره های موسیقی ایران آمدید. تشکر میکنم. فکر میکنم اولین پرسش میتونه در زمینه تارنوازی در قدیم و در حال حاضر باشه و تفاوت هایی که بین شیوه های کهن و شیوه های جدید هست. یعنی رساتر بگم بنده، آیا شیوهی که آقا حسین قلی در واقع مبدع و مبتکرش هست بعدها هم ادامه پیدا کرد یا به شیوه دیگری تغییر کرد؟ از کنم ازم این در آسنگولی و درویش خانم یه تفاوت های بود و آسنگولی خیلی قدرتمند بود، خیلی مزراوش خیلی با قدرت بود، پنجه هاش خیلی با قدرت بود. از کنم موسیقی را هم جزئیات موسیقی را میگرفت،
هیچ وقت صرف نظر نمی کرد و تکرار زیاد در چیزش بود، در نواخته هاش بود. درویش خان که آمد این تکرارها را همه را حذف کرد. از کنم نرم ترم ساز می زد درویش خان، خیلی نرم و گیرنده و یعنی شیرین تر به هر حال این نواخت. بله بله اولاد ما چکرم خواهش میکنم. استاد درویش خان قطعات ضربی رو در واقع اون هست که بله بله. به وجود آورده برای بله. کار دیگه نیست اینطور یا بله. قدم هم بود قطعات ضربی چیزهای پیش در آمد که به کلی خلاقش درویش خان بود. بله. اول پیش در آمد که ساخته شد درویش خان بود، درویش خان ساخت و یک دکتر خان اگر اشتباه نکنم اول درویش خان, ساخت. اینا یک کنسرت های می دادن، درویش خان بود و مرحوم سرپاس مختاری بله. دکتر خان و بله. از کنم که مرشد همایون شهردار که بله. این آخری هم بود بله. حسین خان کمانچی کش، طاهرزاده بله. اینا بودن که پیشتر آمد می ساختن زمنان بعضی هاشون بله. کنسرت ها می دادن به نفع ایتام بله. یتیمان در واقع بله. بندم جزء این کنسرت بودم بله. همیشه البته زیر دست بله. درویش خان. این کنسرت ها کجا قدون برگزار میشه؟ گران هتل، گران هتل خیابون لاله‌زار. خیابون لاله‌زار اول همون تنها همون بود دیگه بله. در مورد درویش خان میفرمودید که قطعات ضربی در واقع اون بله بله. خصوص در سازه مزرابی بله بله. بله بله او به وجود آورد و تار پیش از درویش خان با 5 سیم داشت بله. درویش خان کرد 6 سیم، یک سیم اضافه کرد به تار، یک سیم و شایستگی بود، یعنی لازم بود این کار بشه. ماه سیم ششم جنبه واخون داشت فقط؟ تقریبا جنبه واخون داشت بله. جنبه خوبه، خیلی خیلی لازمه، اون لازم بوده و بنده هم همیشه تعجب میکردم که چرا پیشتر از این، پیشتر از درویش خان این کار نشد. بله این کارم درویش خان کرد. این وقت تفاوتی که سبک درویش خان باز با تار نوازی هایی که امروز ما باهاش روبرو هستیم چه هست؟ اون آقا زیاد تفاوت داره، خیلی تفاوت داره. بله. چپ مزراب راست مزراب به کلی تغییر کرده با نواختن امروز. بله. راست مزراب چپ مزراب تفاوت کرده. بله. دو چپ یه راست، دو راست یه چپ، همه اینا تفاوت کرده ده. حالا اینا یه موضوع سلیقه‌ایه بابا، اون وقت سلیقه‌شون این بوده اون بوده ده. و حالا سلیقه‌شون اینه، به عقیده بنده اون بهتر بوده، یعنی اون شیوه که درویش خان در واقع ابداع کرد، آسون قولی و درویش خان روی راست و چپ ها و چپ و راست ها، دو راست چپ ها، دو چپ یه راست ها، دقیقه بنده اون صحیح تر بود. ولی حالا اینا مثل منسوخ شده. استاد ریز نوازی در تار اون زمان بیشتر مرسوم بود. بله بله. بیشتر منقطع و قطره می زنید. بله بله. اینم دقیقه بنده اون درست داره. اون درست داره. بله. خصوص تار شما که ریزش خیلی معروفه قربان. عرض کنم متشکرم قربان. بله. عرض کنم که دستگاه ها مثلا جز منسوخ شده های کلاسپنجی هست. در صورتی که به عقیده بنده واقعا دستگاه مجذوب کننده ایست. بله راست پنج بله. خیلی کم به کار میره اخیرا، اصلا هیچ بله. هیچ زده نمیشه هیچ. استاد در زمینه مکتب درویش خان بنده شنیدم که تارنوازی بسیار مجذوب کننده ای داشته. بله بله. مورد شما خاطره ای در ذهن داری بر متعلق؟ بله. یک روز قربان یک تصادفی شد اونجا که درویش خان نتونست شاگردها را همه را راه بیاندازد. بله. یه مدت مونده بودن شاگردها، نشسته بودن که مشق بگیرن. بله. یکی از شاگردها که اسمش خان بابا بود. بله. خان بابا خان گفت که یاپیل جان، به درویش خان گفتن یاپیل جان. بله. یاپیل جان نمیشه اینا را همه را مشق بدید، یه قدی بله. برامون ساز بزنید. درویش خان هم یه ناراحتی داشت بله. از خدا خواست که این ناراحتی رو با ساز موسیقی بیان بکنه. خدا رو شاهد میگیرم این مرد با ستار تار نه ستار. ستار کاری کرد که همه این شاگرده هیپنوتیز شدن بله.
ما تو مبهود بودن روی این، هم خیلی خیلی خوب میزد و هم شنونده ها اطلاع داشتن که این چی داره میکنه. این یک شرط فوق العاده ای است، این مستمعین خوب و آگاهی داشت در واقع. وقتی که سازش تمام تمام شد، باور کنید هیچ کس حالیش نشد که این ساز تمام شده. چند ثانیه همینطور بود، هیچ بختشون زده بود. بله. و کلاس دربشان رو بعد از شاید خالی از شاید شد. بله. همه گفتن که اگر سازدن اینه، ما امکان نداره اینطور بشیم. پس بیادی چی بکنی، چه زحمتی به خودمون بدیم. بله. یکی از اونایی که دیگه نرد مش بکنه این کم بنده بودم. یعنی خود شما در واقع سر خوردید، دیدید استاد خوبی مینوازه. بله. من 100% میتونستم میدونم که درویش خان بزرگ نبودم. بله. سنم هم خیلی کم بود. عرض کنم بزرگتون، بعد بندم نرفت، نمیرفتم دیگه. هرچی پدرم اصرار میکرد بابا تو اینجا رسیدی، بیا برو کارتو تمام کن. گفتم چی؟ نمیتونم، نمیشه تمام. بالاخره پدرم رفت پیش دردشان، دردشان گفت که مرتضی رو بیار اینجا من باش صحبت کنم. رفتم، گفت بیا شاگرد خوب من، بیا مشقتو بیا کارتو تمام کن. استاد من باز هم تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو قبول کردی. متشکرم قربان. و شاید این منباب حسن ختام سوال بی جایی نباشه که الان شما تدریس نمی کنید؟ نه قربان، نه خب دیگه سنم مقتضی نیست، ولی ساز می زنم. ساز می زنیدم. خیلی ساز می زنم، با خون اندرون شده، با جون به در رود. زخمه های نیداوود صلابت و ظرافت را در خود آمیخته دارد. ریزهای او براستی شگفتی آفرین است. در صفحات قمر با همه نیروی مجذوب کنندهی که او دارد، شنونده از مهارتها و ظرافتهای تحسین برانگیز همراهی کنندهش که کسی جز نیداوود نیست غافل نمی ماند و بی هیچ گزافه تار پر جاذبه نیداوود فضایی مناسب برای شکوفایی صدای قمر فراهم می آورد. استاد مرتضی نیداوود که اینک در آخرین سالهای 70 عمر به سر می برد، همچنان با شور و اشتیاق به موسیقی می اندیشد و عاشقانه از آن حرف می زند. همچنان در میانه راهیم و با چشمانی جستجوگر به چهره‌های برجسته موسیقی ایران خیره می‌شویم، زندگیشان را می‌کاویم و هنرشان را برمی‌رسیم.